سید فرید العطاس جامعه مالزیایی گفت دولت مالزی باید سیاست خود در سرکوب شیعیان را تغییر دهد. العطاس که در همایشی با عنوان اعتدال و اجرای اسلام در مالزی سخن می گفت سکوت اکثر مسلمانان مالزی درباره فرق گرایی و سرکوب شیعیان در این کشورها مورد انتقاد قرار داد. و گفت هنگامی که سخن از سرکوب شیعیان در مالزی به میان می آید هیچ اعتراضی از سوی دیگر مسلمانان مگر ادعی انده که صورت نمیگیرد در حالی که در صورت بروز نارضایتی در دیگر ابعاد زندگی شروع به اعتراض می کنند. فرید الاطاس گفت نخبگان سیاسی مسئول حمایت از فرقگرایی هستند و جمعیت خاموش نیز فشاری بر این نخبگان وارد نمی کنند. از این رو سال هاست که سرکوب شیعیان در کشور ادامه دارد. به یبزود، مسئله سرکوب شیعیان مسئله مرگ و زندگی نیز هست. برای مثال، دو نفر در سنگاپور به جرم تلاش برای پیوستن به داعش دستگیر شدند و بعد از تحقیقات دلیل خود را کشتن مسلمانان شیعه اعلام کردند. این استاد دانشگاه ادامه داد که موارد زیادی وجود دارد که می توان حکومت را به خاطر آن مقصر دانست. اما وقتی پای فرق گرایی به میان می آید، مردم نیز مقصر هستند زیرا حکومت ها در صورت واکنش و مخالفت مردم لحن خود را تغییر می دهند.